سلواتی دیگر بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماؤه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس بوصفه حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطهرين المعصومين قال الله تعالى في كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويقهركم تطهيرا صلى الله عليه وسلم ما ميخوايم امشب إن شاء الله در مورد مقام و شخصیت امام صحبت کنیم امام چی مقامی دارد و چی مرتبه ای دارد امام کیست از کی بپرسیم خوب است این مسائل رو که مردم نمیفهمند کسی اطلاع نداره کسی شناختی نداره پیغمبر رو کی معرفی میکنه خدا معرفی میکنه مردم که نمیتونن پیغمبر معرفی کنن امام را هم باید خدا معرفی کند امام معرفی کند پیغمبر معرفی کند حالا ببینیم امام چی مقام دارد امام دوم علیه السلام زیارتی دارند به نام زیارت جامعه کبیره مطالب زیادی دارند یکی از مطالبی که در اونجا امام عرض فرمودن امام رو معرفی کردن که امام کیست ایشون 200 فضیلت و منقبت را برای امام ذکر کردن ویژگی هایی که در اینجا ما میخواییم عرض کنیم برای امام مختصری از این ویژگی ها رو خدمت شما عرض خواهیم کرد می فرمایند که السلام علی ائمه الهدى به زیارت جامعه کبیره می خوانیم سلام بر شما ای ائمه هدایت هدایت چی معنا میده که ما این امام ها رو ائمه هدایت می دانیم مثال می آورند برای هدایت ما میزان لازم داریم هر کس نمی تونه انسان رو هدایت کنه به یک شغلی می خواهی بروی باید یک استادی باشد که اون استاد ماهر باشد او شما رو میتونه به اون شغل هدایت کنه به هر کاری یا مریض هستی باید به کسی بروی
که او شما رو بتواند هدایت کند و نجات بدهد. صلوات بفرمایید. مثال می آورند می گویند یک بنا، یک مهندس که می خواهد ساختمانی را درست کند، یک شاغل را می آورد روی دیوار می گذارد. این شاغل کتی ها و راستی های این دیوار را همه نشان می ده. به چشم خودش اعتماد نمی کند. چرا؟ میگه این چشم خطا میکنه. به چشم مردم هم اعتماد نمی کنه که مردم از دور نگاه کنن بگوین این دیوار راسته برو بالا. میگه نه، اینطور نمیشه، باید شاغل بذارن. این شاغل را که بغل دیوار میگذارد، این شاغل میگوید این دیوار کجاش راسته کجاش کجه. چرا؟ چون این شاغل خودش راسته، هیچ کجی در این شاغل وجود نداره. امام در دین شاغل است. امام یعنی خودش کامل راست است، کاملا میزان است. ما اگر بخواهیم که دینمون رو میزان کنیم، باید این شاغل را بگذاریم ببینیم این شاغل برای ما چی نشون میده. اگر دین ما برابر دستور امام ما بود درست میشه، دینداری ما، نماز ما، عبادت ما. پس امام یکی از مراتب امام هدایت است. هدایت یعنی همون شاغلی که بنا میگذارد در کار خود. امام به تمام امور دینی ما همون حکم را دارد. در اونجا امام می فرمایند کسانی که از ما پیروی می کنند و ما را دوست دارند و ادعای دوستی بر ما می کنند، باید اونها دینداری خود را بر میزان و ارزش ما استاد کنند. اما اگر کسی راه خودش میره و از امام چیده نمیپرسد و دینداریش با امام میزان نمی کند، این نمیتوند بگوید من دوست امام هستم. در جایی که امام میفرماید، امام ششم علیه السلام، لیس من شیعتنا من قال بلسانه، کسی که به زبان خود میگوید من دوست شما هستم، و خالفنا فی اعمالنا، اینا به اعمال ما مخالفت میکنن، اعمال ما رو میزان کار خود قرار ندادن، و آثارنا، آثار ما را هم اینها پیشگام خود قرار ندادن. اینها از ما نیستن. باید عمل انسان و آثار انسان برابر دستور امام باشد. حدیث دیگر می فرماید قومون یزعمون انی امامهم، عده مردم هستن گمان می کنن که ما امامشون هستیم. آقا قسم یاد می کنن می فرماید والله ما انا بهم به این به امامی، والله ما انا بهم به امام، من قسم به خدا امام اینها نیستم. چرا؟ کل ما ستر تو سترن حتکوهو، هر چی که ما میگیم اینا نمی کنن، عمل نمی کنن، یک کار دیگه می کنن. ما امام اینا نیستیم. اینما انا امامون من اطاعنی، من امام کسی هستم که منو اطاعت میکنه. پس امام رو معرفی کردیم یه قسمت که شاغله. هر جا که کجی بود، او کجی باید خود با مشاغل با میزان امام میزان کنه.
در همون دعا دیگر تعریف می کند امام رو، می فرماید السلام علی دعاة الالله، سلام بر شما که شما مردم را دعوت می کنید به سوی خدا. شاید بگوید دعوت کردن خیلی آسانه، هر کس می تواند یکی را به سوی خدا دعوت کند، اما او دعوتی که انسان را ایصال الی مطلوب میکنه هر کس نمیتونه، به هیچ کس نمیتونه که تو رو به مطلوب برسانه. والادلاء علی مروات الله، اینها دلیلن، دلیل یعنی همون حجت، یعنی همون شاغل، همون چیزی که میزان هر چه قرار میدهیم، همون خطکشی که رو دفتر میگذاری و خط میکشی، خطکش که گذاشتی خط کج میشه؟ ولی حالا شما خطکش نگذار، میتونی خط راست بکشی؟ خیلی سخت، بی خطکش نمیشه، ولی خطکش باید بگذاری خط بکشی. والادلاء علی مروات الله، اینها هستند دلیل و رهنما به مرضات خداوند تبارک و تعالی. والمستقرین فی امر الله، اینها میتونن امر خدا رو استقرار بدن، مستحکم کنن امر خدا رو، ائمه میتونن استقرار و استحکام بدن. لذا میفرماید اگر میخواهید کسی را هدایت کنید، فرزندانتون را هدایت کنید، خیلی فکر کنید. اگر اشتباه در هدایت شد، فرزندان فرو میریزن، همون طوری که اون دیواری را انسان بدون شاغل بالا میارد، به دید خود دیوار بالا میارد، به دید و چشم مردم دیوار بالا میآورد، اون دیوار آخر میریزد. اگر شاغل به دست نگیریتی و دیوار درست کردی، دیوار به جای نمیرسد. همه این ساختمان که میبینید همه شاغل شده است، هر یک از ستوناش برید همونجور شاغل را بگذاری، میبینی اینا به چشم خود درست نکرده، به چشم مردم درست نکرده، اون شاغل را گذاشته و همه درست صحیح آمده. اما در مورد فرزندان، در مورد دیگران، اگر کسی میخواهد هدایت کند، باید شاغل را پیش رو خود قرار بده. در جای دیگر میفرمایند السلام علی ائمه الهدى و مصابیح دجا، سلام بر شما که شما ائمه هدا هستید. و مصابیح دجا، شما چراغ هدایت هستید، شما چراغ هدایت هستید. چرا امام رو به چراغ تشبیه نمودن؟ خودش مسئله بزرگی است که باید دقت کنید. در عالم طبیعت اگر چراغ نباشد، دنیا مثل شب تاریک است. در عالم حقیقت همچنین است. در عالم حقیقت و تربیت و راه نجات باید چراغ باشد. اگر چراغ نباشد، دنیای مردم تاریک می شود، دنیای حقیقت مردم تاریک می شود. اما اگر این چراغ بیاد تو کار، همه چیز روشن می شود، هیچ چیزی در تاریکی باقی نمی ماند. اگر چراغ آمد، اختلاف از بین میره، هیچ اختلافی وجود پیدا نمی کنه. تمام اختلاف ها که پیدا شده از همینه که چراغ نیست. بدون چراغ دارن حرف می زنن، بدون چراغ دارن قضاوت میکنن. مثال دارد مولوی، داستانی را ذکر میکند. میگوید یک فیلی را بردن به یک خانه تاریکی گذاشتن.
افراد را گفتن برو ببین توی خانه چیست. یک رفت دستش به پای فیل رسید. پایش دست زد و برگشت آمد که یک ستون بزرگ بود اونجا. یکی آمد کمرش دست زد یک چی دیگه. هر کدوم یک چی دیگه گفتن. هر نفر رفت از اتاق بیرون شد یک چی دیگه گفتن. اما فکرشون به فیل نرسید. همه حرفاشون مختلف بود. چرا مختلف است؟ چون اتاق تاریک است. به تاریکی هر کسی از دید خود چیزی می‌بینه. در کف هر یک اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی. اینهایی که داخل اون تا رفتن اگر یک شمع با خود می‌بردن این وقت اشتباه نمی‌کردن. چون اینها شمع نبردن فقط به تاریکی خواستن چیزی بگوین. هیچ کدوم نتوانستن چیزی را بگوین. تنها با نور است که انسان میتواند ببیند. تا نور نباشد دیدن امکان ندارد. تا نور نباشد چی بینا و چی نابینا هیچ فرقی با هم ندارد. چون نور نیست، میخوای بینا باش، میخوای نابینا باش، فرقی ندارد. بایدم چیزی نمیدانید. چشم دارو بدون چشم میشه مثل هم. اونجا که میفرماید، الامامتو هی نور، امام نور است. وزانی که قوله عز و جل، فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلناه. ای مردم ایمان بیاورید به خدا، ایمان بیاورید به رسول خدا و نوری که ما نازل کردیم. این نور همیشگی است، این نور هست، از بین نمی رود. النورو هی الامام، نور همین امام است. کجا هست این نور؟ امام ششم علیه السلام فرمودن و نور الامامی فی قلوب المؤمنین از هر من الشمس. نور امام در قلب مؤمنین از خورشید روشنتر است. کسی که مؤمن است نور امام در قلبش هست. پیشگامش کارش بر اساس همون نور است. و هم ینورون قلوب المؤمنین، ائمه قلب مؤمنین را نورانی می کنند. زمانی که دل انسان روشن شد آرام می شود. تا زمانی که دل روشن نیست آرامش وجود ندارد. زمانی که انسان به یک ماجرای روشن می شود چقدر خوشحال می شود. این ماجرای رو نمیبینی، نمیدانی. اگر برای شما روشن بشه، خیلی خوشحال میشی. لذا نور چیز مهم است که اساس کار انسان است. اونجا میفرماید انما مثل بینکم که مثل سراج. ای مردم، ما امام ها بین شما مثل چراغ هستیم. مثل چراغ داریم. وقتی که راه میری چراغ باید به جلو باشی و عقب. فلا تسبقوهم فتهلكوا. از ما جلو نری. اگر چراغ عقب بردی هلاک میشی. پدر و پسر جای میرفتن. فرزن آروم آروم چراغ از عقب می آورد. هرچند بابا می گوید چراغ رو بیار جلو، باز همینجور عقب می آمد. پای پدر تو گودی فرودم. و فرزندم گفتم چراغ بیار. چراغ آورد. بابا آوردم. گو حالا چی فایده؟ دیر آوردی. پام شکست. افتادم. چراغ باید جلو باشد. نه. چراغ خوراک چشم است.
نور به گوش و به دهان و به زبان کار ندارد. خوراک چشم است. اگر چشم نباشد چراغ هیچ ارزش ندارد. به شخصی که چشم نداشت چراغ چی فایده دارد؟ شخص نابینا به چراغ. چشم و چراغ با همان با هم ارتباط دارند. این که میگوید مصابیح الدجا نکته لطیفی دارند. کسانی که می آیند سراغ چراغ اونا کسانی هستند که چشم دارند. اونها کسانی هستند که بینا هستند. کسانی که نخواهند ببینند اینها احتیاجی به ائمه ندارند. کسی نمیخواد ببینه، چراغ میخواد چگار کنه؟ خودش دوست نداره ببینه. اما چشمی که میخواد ببیند نیاز به چراغ دارد. کسی که میخواد اول کاری رو انجام دهد اول میره سراغ چراغ. اول کلید روشن میکنه. چراغ که روشن شد میتونه کاری انجام ده. کاری هم انجام میشه. اما اگر سراغ چراغ نرفت بدون که این نیاز به چراغ نداره، نور نمیخواهد. یزید چرا چراغ وجود امام حسین علیه السلام را خاموش کرد؟ چون خواست به خواب غفلت خودش فرو بره. او خوابی که داشت نمیخواست از اون خواب بیدار بشه. امام در دیوار هدایت میکنه. حجت خداست، کلامش کلام خداست. یزید را هم میتونه امام هدایت کند، اما کسی که خودش نخواد. یزید نمیخواد نور داشته باشه، نمیخواد مردم به نور باشن. اول کاری که میکنه باید چیکار کند؟ چراغ رو باید خاموش کند. چراغ خاموش کنه بله راحت میشه، راحت میشه دیگه. چراغ نیست، هرچی گفت همونه دیگه. هر کس نخواهد بخوابد بخواهد بیدار باشد، اول کاری که میکند سراغ چراغ میرود. در زمان بیداری و چراغ را روشن می کند. شروع بیداری انسان زمان است که انسان سراغ چراغ اهل البیت بره. اگر سراغ چراغ اهل البیت رفتیم از اونجا بیداری ما شروع می شود. زمانی که سراغ کلمات وسیله اهل البیت علیه السلام می روید همون شروع بیداری شماست. این خدا لطف کرده این شخص دارد بیدار می شود. چراغ ها اگرچه متعددند، 14 معصوم، 124,000 پیغمبر، ولی همه کارشون یکی است، روشن کردن است. ما در بین 124,000 پیغمبر کلامی نداریم که او با اون پیغمبر بایی پیغمبر دیگه نوزه بلا مخالف باشه. امام ها با هم دیگر همه یک چیز رو گفتن، همون توحید، همون خداشناسی. لذا اگر روایتی را از یکی ائمه علیه السلام نقل کنید به نام هر یک ذکر کنید اشکالی ندارد، زیرا حرف است که جمله بر آنیم، همه بر همین حرف هستند. روایت را به نام هر یک از ائمه ذکر کنید اشکالی ندارند، چون چراغ ها یکی هستند. اینها رو نمیتوانیم از هم جدا کنیم. حدیث رو شنیدی از حضرت علی علیه السلام، حالا یاد نیست که کدوم امام است، هر امام میخوایی بگو همه یکی هم. بگو از امام ششم شنیدم، از امام هفتم شنیدم، امام هفتم فرمودن. قول هر یک امام را بگوید همه یکی هست، کلامشون یکی. به اصطلاح میگوین اگر 100 سیب را فشردی و همه را بین یک ظرف آبش گرفتی همه میشود یکی. همه سیب هست. گر تو 100 سیب 100 آبی بشموری 100 نماند، لیک شود چون بفشوری.
اگر اینا رو فشردی و آب کردی همه یکه دیگه اونجا صدی وجود نداره. پیش شخص مؤمن همه ائمه علیه الصلاه و السلام همه پیشوایان دین یکی هستن. مسئله دیگر که امام رو به نور تشبیه کردن، این چیز بین نور و صوت فرق است. اگر صدا کنید از پشت دیوار هم صدا میرود، اما نور نه. نور باید هیچ حائل نباشد. اگر یک پرده نازکی حائل شد نور نمیتابد بر انسان. کسی که میخواد از نور استفاده کند باید مانی به جلو راهش نباشد. لذا میفرمایند شما رابطه تون را با ائمه مستحکم کنید، رابطه تون را با ائمه طوری کنید که مانع در بین شما و امام نباشد. اگر مانع به وجود آمد دیگر از نور نمیتوانید استفاده کنید. دیگر میگویند کلام امام رو یک نام دیگر هم میگذارن، میگوین حدیث. حدیث چی معنا؟ حدیث یعنی شیء تازه. کلام امام تازه است، همیشه تراوت دارد. انسانی که کلام امام را میشنود تراوت پیدا میکند، تازه میشود. مثال میآورند میفرمایند اگر میروی موهای سرت را اصلاح میکنی، چند طور مو رو اصلاح میکنی چقدر تراوت پیدا میکند، چقدر خوشحال میشوی، چقدر احساس سبکی میکنی. از امام علیه السلام اگر کلامی میشنوی همینطور احساس خوشی به انسان پیدا میشود، احساس تازگی به انسان پیدا میشود. حالا اگر اخلاق انسان و رفتار انسان اصلاح شود چقدر احساس تازگی پیدا می شود به انسان. به همین جهت کلمات امام علیه السلام را حدیث می گویند. حدیث یعنی شیء تازه و با تراوت. وگرنه اگر کسی کلمات امام را به کار نبندد دیگر تازه نیست، خودش تازه نیست، روح و روانش تازه نیست، دیگر تازگی ندارد. چراها بعضی مصرفشون زیاد است، بعضی کم مصرف دارند. بعضی چراها مصرفش کم است و نور زیاد دارد. بعضی چراها نورش به اندازه مصرفش است، اما امام علیه السلام چنان نوری میدهد و هزینه هم ندارد و مصرفی هم ندارد. از نور امام استفاده کردن مثل استفاده کردن از نور خورشید است. میگویند حضرت امام حسین علیه السلام در جای بودند، رسیدند احساس تشنگی کردن، رسیدن در خانه یک شخص، در را کوبیدن، یک مقدار آب خواستن. اون شخص آبی برای امام داد، امام انگشتر مبارک را برایش دادن. گفت آقا من چیزی نمیخوام، فرمودن من این را به مقابل این آب برایت میدهم. تمام زندگی این شخص را زیر رو کرد. انگشتر ابا عبدالله حسین علیه السلام، اینها در مقابل یک لیوان آب چقدر عنایت میکنند به دوستان، چقدر رحمت دارن اینها، چقدر نور میدن برای انسان. لذا ما سعی کوشش کنیم که معامله‌ای که می‌کنیم معامله پرسود باشد.
ائمه معامله پرسود هستند. یا من یعطی الکثیر بالقلیل، ای خدایی که کم میگیری و زیاد هم میدهی. این مجلس که شما امشب تشریف دارید، همین مجلس رو اگر ما حساب کنیم خیلی ارزش دارد. ما نمیتونیم بروی این قیمت گذاری کنیم. بیایید انتخاب کنید بهترین دوست را، بهترین دوستمون ائمه رو بگیریم. میفرماید روز قیامت یکی از اسماش یا مول حسرت است، یعنی رود پشیمانی. ادیان پشیمونند، سوال میکنند چرا پشیمانید؟ گفت ما اشتباه کردیم، ما وقت خمون را برای کسانی مصرف کردیم که هیچ سودی به ما نداشت، وقتمون را به کسانی مصرف کردیم که به ما ضرر داشت و فایده نداشت. ما ندونستیم با کی بنشینیم، با کی آشنا بشیم و زندگیمون رو بر اساس کی درست کنیم. یک مطلب دیگر هم میگویم، زیاد وقت شریفتون را نمیگیرم، و همچنین در ادامه اون زیارت جامعه کبیره میفرم با امناء الرحمن. امام امناء الرحمن است، پیغمبر خدا امین است، امین خدا. امام ها هم امین خدا هستند، جانشین پیغمبرند و سلالت النبی، اینها سلاله پاک پیغمبر خدا هستند. و صفت المرسلین و عطر خیرت رب العالمین، اینها میدونی فرزندان کی هستند؟ فرزندان اون خدای هستند که اون خدا، فرزندان اون پیغمبری هستند که اون پیغمبر را خدا برگزیده است. عطرت و خیرت رب العالمین، اینا عطرت کسی هستند که رب العالمین اونه انتخاب کرده. کی را انتخاب کرده؟ پیغمبر رو انتخاب کرده. و حفظت سر الله، اسرار خدا نزد این خاندان است. و حملت کتاب الله، اینا کتاب خدا رو حمل کردن، درست ترجمه و تفسیر کردن و به دست مردم رسوندن. و اوصیاء نبی الله، اینها اوصیاء پیغمبر بزرگوار هستند. السلام علیک یا اهل بیت النبوه، سلام بر شما ای اهل بیت النبوه. و موضع رساله، رسالت به خانه شما آمد. و مختلف الملائکه، همیشه ملائکه به خونه شما رفت و آمد داشته. و مهبط الوحی و معدن الرحمه، صلوات الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کفایت میکند. امشب تعلق دارد به حضرت رقیه نازدانه حسین. شما نگاه کنید اینها چی کار کردن. گفتن اینها رو نعوذ بالله خار کنید، کوچیک کنید. اینها رو آل پیغمبر رو بردن به خرابه جا دادن. الله اکبر. احترام کوچیک و بزرگ را نکردن. این نازدانه غروب شب شد، آمد گفت امه جون، من میبینم این مردم میروند، اینها کجا میروند؟ حضرت زینب سلام الله علیها فرمودند دختر برادرم، مردم غروب شده، نزدیک شب به خانه های خود میروند. عرض کرد امه جون، ما هم که خانه داشتیم، چرا ما به خانه های من نمیرویم؟ بیبی فرمودند نازدان خانه های ما در مدینه است، دور است. باز اومد نگاه کرد در خرابه، دید مردم میروند. عرض کرد امه جون، اون که دست بچه رو به دستش داره میره، اونا با هم چی کاره میشن؟
بیبی فرمودن خوب مشخص بگو بابا ایتی. عرض کرد امه جون مگر من بابا ندارم؟ بابام کجایه؟ چرا نمیاد دست منو بگیره منی از این خرابه ببره؟ سؤال دیگر دارد حضرت زینب سلام الله علیها رو آتش میزند. سؤال کرد امه جون زینب بعضی چیزی به دست خود دارن نان و غذا میبرن. امه جون مگه کسی به ما نان و غذا نمی آوره؟ اینجا دیگه حضرت زینب سلام الله علیها طاقت نیاوردن، دست نازانه رو گرفتن آوردن داخل خرابه. نازانه خوابی، اما چند نگذشت از خواب بیدار شد. بابا آمد و یه مرتبه صدا میزنه بابام کجا رفت؟ بابام کجا رفت؟ چی بگوین؟ میدونن نازانه خواب دیده. هرچند خواستن آرامش کنن آرام نشد. هرچند خواستم این نازدانه رو دلیل بیاورن گریه نکند، هی دارد گریهش بلندتر میشه. اینقدر گریهش بلند شد تا همه اهل بیت به گریه در آمدن. صدای گریه از همه خرابه بلند شد. اگر میخواهید با بیبیتون هم نوا بشوید، با این بیبی هایی که داخل خرابه شامن هم نوا بشید. صدای زمزمه اینقدر از خرابه بلند شد دیگه یزید طاقت نیاورد، دید نمیتونه بخوابه. گفت اینها چی میخوان؟ چی خبره؟ گفتن یه نازدانه بابا رو در خواب دیده. اصلا به هیچ بهانه به هیچ نحوی آروم نمیشه. گفت مشکلی نداره، چقدر بیرم بوده. گفت مشکلی نداره بچه، فرق بین زنده و مرده نمی کند. سر باباشو ببرید برام. همین که نازدانه داره بابا بابا میگه، یه مرتبه دید یه طبقه رو داخل خرابه آوردن. صدا زد امه جون من طعام نمیخوام، من غذا نخواستم، من بابا میخوام. یه مرتبه بیبی فرمودن نازدانه، نازدانه مقصود تو در بین این طبقه، همین که دستای کوچک را بلند کرد سر طبق رو باز نمود ببینه سر بریده باز.